خب دوستای عزیزم سلام، خسته نباشید. درس امروزمون در پایه دهم بررسی فصل بخش مهم استوکیومتری هست که دو بخش از کتاب شما در شیمی دهم به این مبحث مهم پرداخته. خب سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه و دیگه هر کی قرار بوده به جمعمون اضافه بشه اضافه شده باشه تا کارمون رو بتونیم خوب و حرفه‌ای شروع بکنیم امروز. خوشحالم که اولا تعدادمون از جلسه قبلی بیشتر شده، بازم امیدوارم تو جلسات بعدی همینجوری بیشتر و بیشتر هم بشه و همتون با انرژی و انگیزه بیاد تو کلاسمون شرکت کنید که چیزای جدید و ناب یاد بگیریم با هم. امروز تصمیم گرفتیم بچه‌ها با هم استوکیومتری بخونیم. حتما دیگه درستون تو مدرسه به استوکیومتری که رسیده بوده قبل تعطیلات و البته میدونید که استوکیومتری رو شما در شیمی کنکورتون دو بخش متفاوت در شیمی دهم دارید و یه بخش در شیمی یازدهم. یعنی استوکیومتری کلا سه بخشه. دو بخشش رو شما در دهم میخونید که احتمالاً هر دو بخشش رو دیگه رسیدید و خوندید و یه بخشش رو هم در شیمی یازدهم فصل اول میخونید. خب پله پله و مقدماتی، امروز یادتون باشه که میخوایم علاوه بر این که یه در واقع کار تستی کامل و کنکوری بکنیم و یک روش ناب با هم یاد بگیریم و استو رو خیلی خوب و حرفه‌ای یاد بگیریم، قرار یه نگاهی هم حالا به روش‌های تشریحیش بندازیم که به درد امتحان مدرسه‌تون هم بخوره. به هر حال این کار استوکیومتری کار شاید دو سه زنگ آینده‌مون تو کلاس آنلاینی هست که با هم دیگه داریم، چون بخش مفصلی هست و کار خیلی خیلی مهمی هم داره. فراموش نکنید که روش‌های تستی استوکیومتری از اون قسمت‌ها و از اون بخش‌هایی هست که در امتحانات تشریحیتون شدیداً مخالفت میشه باهاش. یعنی حتما با حواست باشه که برای امتحان تشریحی با روش تشریحی بنویسید، برای امتحان تستیتون با روش‌های تستیتون کار بکنید. خب من یه توضیح کلی راجع به استوکیومتری به شما بدم تا شما این توضیحات من رو داشته باشید. بچه‌ها استوکیومتری رو ما به دو بخش تقسیم می‌کنیم. استوکیومتری به دو بخش برای ما تقسیم میشه. استو فرمولی و استو واکنش. خب شاید اصطلاحاتش رو شنیده باشید، شاید هم این مدل تقسیم بندی رو هنوز در شیمی دهم خیلی باهاش آشنا نبوده باشید. به هر حال اگر قراره با هم دیگه در کنکور تا کنکور ادامه بدیم و شیمی رو با هم بخونیم، با این مدل سبک استوکیومتری آشنا میشید. دیگه بچه‌هایی که شاگرد من بودن میدونن که چقدر من استوکیومتری برام مهمه، چقدر به این سرفصل علاقه دارم و چقدر دانش آموز من باید توی این قسمت مسلط و حرفه‌ای باشه. خب ما دو قسمت استو داریم بچه‌ها. استو فرمولی همون چیزیه که تو فصل یک راجبش قراره امروز بخونیم. استو فرمولی. استو واکنش چیه؟ استو واکنش مال فصل دوم شیمی دهم هست و البته مال فصل اول شیمی یازدهم. فرق اینا با هم چیه؟ الان با هم دیگه کامل در موردش اطلاعاتمون رو مرور میکنیم. بچه ها استو فرمولی زمانی هست که شما یک فرمول شیمیایی در صورت سوال دارید. مثلا سوال گفته فرض کنید 50 گرم متان داریم و حالا بگید این 50 گرم متان چند موله، یا مثلا میگه 50 گرم متان داریم شما بگید این 50 گرم متان حجمش چقدره. بچه ها این استو فرمولی هست. استو فرمولی یعنی شما یک فرمول شیمیایی دارید و در مورد این فرمول شیمیایی قرار پارامترهای استوکیومتری مختلفش رو به هم تبدیل کنید. مثلا قرار جرمش رو به مولش تبدیل بکنی، قرار مول رو به حجمش تبدیل بکنی. به این کاری که این مدلی انجام میدیم میگیم استو فرمولی، یعنی فقط یه فرمول شیمیایی تبدیل پارامترهای استوکیومتری به هم دیگه در این فرمول شیمیایی. استو واکنش چیه؟ یه واکنش شیمیایی داری، یعنی میگه مثلا از واکنش سوختن متان اگه 10 گرم متان داریم چقدر مثلا گاز CO2 تولید میشه و غیره. پس حواسمون هست که استو فرمولی با استو واکنش تفاوت داره. اما در روش های تستی ما از چی استفاده میکنیم برای این تبدیل؟
من چجوری گرم رو به مول تبدیل باید بکنم، چجوری باید گرم رو به حجم تبدیل بکنم. یه سری کسرها برای شما می نویسم، این کسرها میشه ابزار شما برای تبدیل های استوکیومتری. بچه ها این کسرها رو با من یادداشت کنید، احتمالاً اگر کار تستی تا الان کرده باشید با این کسرها برخورد داشتید، یا اگر کتاب تست تستاشو پاسخنامه‌شو حل کرده باشید، یا تو کلاس مثلا شاید معلمتون با شما این مدل کار تستی رو انجام داده باشه. بچه‌ها یه کسری داریم، کسر گرم روی جرم مولی ضرب در ضریب. یه کسر دیگه داریم، کسر مول بر روی ضریب. یه کسر دیگه داریم، کسر تعداد مولکول بر روی عدد آووگادرو ضرب در ضریب. یه کسر دیگه داریم، کسر حجم روی 22.4 ضرب در ضریب. این کسر حجم مال شرایط STPه. بچه تمام اینا رو براتون توضیح میدم. فعلا این کسرها رو قراره با هم دیگه داشته باشیم و ازش استفاده بکنیم. کسر حجم ضرب در چگالی بر روی جرم مولی ضرب در ضریب. خب بازم کسرهای دیگه ای داریم که حالا بعد به وقتش اضافه میکنیم این کسرها رو. خب دخترها از این کسرها چجوری قرار استفاده بکنیم؟ ببین اگر فرمول شیمیایی رو بهت دادن و بعد گفتن مثلا 10 گرم از این ماده داریم تو مولش رو تعیین کن، کافیه به واحدها نگاه کنی، چی داریم چی میخوای، چی قراره به چی تبدیل بشه. گرم به مول باید تبدیل بشه، پس باید این کسر رو بنویسی مساوی این کسر بذاری. میگی باشه من کسر گرم رو براش مینویسم مساوی کسر مول میذارم. کسر گرمش خودش گفته 10 گرم، جرم مولی متان رو هم حساب میکنی 16. بچه ها این ضریب هایی که نوشتم مال استو واکنشه، پس این کل این ضریب ها رو بعدن برای استو واکنش استفاده میکنیم. فعلا به جای ضریب ها برای همه اینا یک میذاریم. در استوکیومتری فرمولی تمام این ضریب ها بچه ها برای ما یک هست. پس 10 رو 16 قرار به مولش تبدیل بشه، پس x بر روی 1. این دوتا کسر رو براش مساوی هم قرار دادم، کسر گرم و کسر مول رو مساوی هم دیگه قرار دادم. خب بچه ها از این قسمت اولیه و توضیحاتش رد شیم. ما با هم دیگه فعلا فهمیدیم که قراره اگر در استوکیومتری پارامتر رو به پارامتر دیگه تبدیل بکنیم، کافیه فقط توی این روابطی که داریم از کسرهایی که داریم کمک بگیریم و کسرها رو مساوی همدیگه قرار بدیم. در کسرهایی که من براتون اینجا نوشتم تمام این ضرایب یک هست، به خاطر اینکه این کسرها مال استوکیومتری واکنشه. ولی اگر قرار شد برای استوکیومتری فرمولی استفاده بکنید، این ضرایب رو به جاش یک قرار میدید. خب قراره بریم با هم دیگه شروع کنیم به حل سوال. از سوال اولی که با هم دیگه میخوایم شروع بکنیم و کاملا توی حلش با هم مسلط بشیم. صفحه بعدیمون چجوری بریم؟ آها اینجاست. خب بچه ها این سوال رو واقعا یادداشت بکنید، اطلاعات کلیش رو. میگیم که سوال اینجوری از ما پرسیده، بگید 34 گرم گاز H2S معادل چند مول است؟ 34 گرم گاز H2S معادل چند مول از آن است؟ بچه ها من فعلا سوالات رو مجبورم براتون از رو گوشی بخونم و البته یادداشت میکنیم و بعد با همدیگه کارمون رو کامل میکنیم، پس همراه باشید با من برای این نوشته هایی که داریم انجام میدیم. خب اطلاعات سوال رو به شما میدن، اجازه بدید من عددش رو عوض بکنم برای اینکه اطلاعاتمون بهتر و دقیق‌تر در بیاد. من از روی اطلاعاتی که از روی دفترچه کنکورم هست برای شما بنویسم. 85 گرم بنویسید عددش رو. 85 گرم گاز H2S معادل چند مول از آن است؟ اطلاعات سوال تو پرانتز همیشه بهتون میده جرم مولی هیدروژن رو میگه یک در نظر بگیر،
و جرم مولی گوگرد رو CO2. خب اینا روش های تستی هست که داریم با هم دیگه انجام میدیم. خب بچه ها ببین، برای حل سوال من همیشه به شما میگم، به دانش آموزای کنکوری خودم هم همیشه تاکید میکنم که بچه ها وقتی دارید سوال حل میکنید در استوکیومتری، اول ببینید چی دارید و قراره به چی تبدیلش بکنید. ببین من تو صورت سوال جرم دارم که قراره تبدیلش بکنم به مول، پس حتما برای این سوال باید کسر مول بنویسم مساوی کسر گرم قرارش بدم، کسرهایی که تو صفحه قبلی براتون نوشتم. چی دارم قراره به چی تبدیل بشه، پس حتما باید کسر مورد نظر برای معلوم و مجهول مساوی هم بنویسی و البته عدد گذاری کنی. خب مولش قراره تعیین بشه، پس x عدد گذاری فرمول بالا، 1 جرمش 85، جرم مولی H2S هیدروژن 1 ضرب در 2 به علاوه 34 برای گوگرد، 32 برای گوگرد، جمع کلش میشه 34. پس این میشه روی 34. از اینجا نتیجه میشود که جواب سوال شما میشه x برابر است با 2.5. خب میبینید که حل کردن تست ها به روش کنکوری خیلی هم ساده و راحته، خیلی ساده و راحته. قلق استوکیومتری فرمولی اینجاست بچه ها، همیشه اول کسر اون چیزی که میخوای رو بنویس، تبدیلش کن به کسری که مجهول و معلوم، یعنی معلوم مجهول بعد مساوی هم دیگه باشه. خب سوال اولو که یکی دو نفرم برای من سارینا جوابش هم فرستاد، 17.39 مول اتانول حدوداً چند لیتر است؟ حواستون باشه که توی سوال اطلاعات سوال بهتون چگالی اتانول رو داده، گفته چگالی اتانول رو 0.8 گرم بر مول، گرم بر لیتر فرض کنید، اینم چگالی اتانول. خب چی داریم چی میخوایم، اینا اطلاعاتیه که همیشه با همدیگه باید مرور بکنیم، چی داریم و قراره تبدیلش به چی بکنیم. بچه ها اطلاعاتی که من دارم تو صورت سوال مول اتانول هست که این مول قراره به چی تبدیل بشه، قراره تبدیل بشه به حجم اتانول، پس مول قراره تبدیل بشه به حجم. چه حجمی؟ چون چند مدل حجم داریم، کسر حجمی که چگالی داریم، پس یک کسر مول براش باید بنویسم، یک کسر حجم و چگالی باید براش بنویسم. کسرها رو تو صفحه قبلی گفته بود. خب مول اتانول رو ضرب در جرم مولیش میکنی، جرم مولی اتانول رو حتما بلدی و میتونی در واقع حسابش بکنی. اتانول اگر فرمولش رو فراموش کردید C2H5OH. مولش رو قراره تعیین کنیم، نه مولش رو داریم، 17.39 در روی 1 جرم مولی اتانول، اینجا براتون نوشتم دیگه، میشه 2 تا 12 تا به علاوه 6 تا 1 به علاوه 16 تا، میشه 46. 46 حجمش رو قراره تعیین کنیم، چگالیش هم که سوال داده 8 دهم. از اینجا اگر حساب کتابتون رو انجام بدید به تقریب حجم اتانول میشه 1 لیتر. خب سوالی بود که توی این سوال حجم اتانول رو حساب کرد. یه مرور کلیش بکنم و این کار مهم که در شیمی استوکیومتری بچه ها براتون خیلی مهمه، استوکیومتری از بخش مهم، شاید بشه گفت که مهمترین بخش کاری شما در شیمی کنکورتون استوکیومتری هست. تقریبا 4 تا سوال کنکور در استوکیومتری دارید و در نتیجه باید خیلی مسلط باشید و البته خیلی از دانش آموزا فراری هستن از استوکیومتری. این برگ برنده شماست، چون جایی که بقیه درس میخونن و اون جایی که بقیه درس رو رها میکنن، اگر شما توی اون قسمت مسلط باشید قطعا شما برنده خواهید بود. خب تاکید من برای استوکیومتری دقیقا به همین سبب هست. ببینید بچه ها بحثی که الان با شما داشتم رو کامل بکنم،
اون چیزی که شما الان دارید میبینید استوکیومتری فرمولی هست. در استوکیومتری فرمولی شما یک فرمول شیمیایی دارید که این فرمول شیمیایی براش یه چیزی معلومه که مولش هست و یک چیزی براش مجهوله که اینجا حجمش بوده. شما همیشه در استوکیومتری فرمولی معلوم و مجهول دارید و کسرهای معادلشون که می نویسیم و عدد گذاری میکنیم. خب سوال بعدیمون هم میتونه سوال خوبی باشه برامون و سوال مهمی. خب سوال بعدی رو اینجوری یادداشت میکنیم: اگر جرم سوال با من یادداشت کنید اگر جرم دوازده ممیز صفر چهار ضرب در ده به توان 21 مولکول اس اندیسن برابر 5.12 باشد، مقدار n کدام است؟ اطلاعات سوال: جرم مولی گوگرد 32. برو بریم حلش کنیم بچه ها. سوال استوکیومتری فرمولی. در استو فرمولی شما باید دنبال معلوم و مجهول برای یک فرمول شیمیایی باشید. فرمول شیمیایی شما S اندیس N بچه با قلع اشتباهش نگیرید، اون SNه که قلعه، این S اندیس N. منظورش اینه که یا S2 مثلا یا S4 یا S8، یعنی گفته اون N رو تعیین کن. پس تو نمیدونی S چند N چنده. پس مولکول من که SN هست، چی دارم براش؟ جرمش رو به من داده 5.12 گرم و تعداد مولکولش رو به من داده. پس معلوم و مجهول من مشخص شد. یک کسر گرم، یک کسر مولکول. کسر گرم میشه گرم روی جرم مولی، کسر مولکول میشه تعداد مولکول بر روی عدد آووگادرو. کسر گرم، کسر مولکول. حالا عدد گذاری کنیم، اون انه پیدا میشه. جرمش 5.12، جرم مولی اس ان باید تو مخرج بشه. جرم مولی چه چجوری حساب میکنیم؟ میگی 32 ضرب در ان. ان نمیدونی چند تا سیه، پس میشه 32 ان مساوی است با اینجا هم که میشه 12.04 ضرب در 10 به توان 21 و مخرج 6.02 10 به توان 23 عدد آووگادرو. سادش بکنیم ببینیم n چند میشه برای ما. 12.04 با 6.02 ساده میشه، 2 میره تو صورت. 10 به توان 21 با 10 به توان 23 100 میاد تو مخرج. درسته تا اینجا؟ 100 با 32 به 4 ساده میشه، میشه 25 8 و از اینجا به بعدش دیگه ساده نمیشه، میشه 25 ضرب در 5.12 تقسیم بر 16 که ان شما از اینجا میشه. خب بچه ها اگر سوالی هست تا اینجا بپرسید که من جوابتون رو بدم. من سوالاتون رو اینجا بخونم ببینم که هر کی داره چی میگه. خب ملینا پرسیده از کجا بفهمیم از کدوم کسر را استفاده کنیم. ملینا ما یه سری کسر داشتیم، صفحه اول نوشته بودم، دوباره بیارم. یه سری کسر نوشته بودیم که این کسر الان تو ذهنتون حتما باید باشه و البته باید به عنوان دانش آموز حفظ بشه این کسر. خب این کسرها رو که باید حفظ باشی. حالا وقتی داری سوال رو میخونی تو صورت سوال فارسی گفته مثلا جرمش این مقداره، خب پس میدونی باید از کسر گرم استفاده کنی.
مثلا گفته مولش، پس کسر مول. مثلا گفته تعداد مولکولش، مثل همین کسری که الان داریم. ببین الان تو این سوالی که ما داریم حل میکنیم با هم، ببینیم چه اطلاعاتی بهمون داده. مثلا تو سوال قبلی گفته بود مولش این عدده و حجمش این عدد. خب پس میفهمی که باید کسر مول بنویسی با کسر حجم. تو سوالی که الان داشتیم حل میکردیم گفته جرمش این عدده، تعداد مولکولش این عدد، پس من این دوتا کسر رو نوشتم. خب اگر برات رفت شد ملینا سوالت، ادامه بدیم. اگر نه باز مفهمش تو سوالای بعدی باز بهتر برات مشخص میشه که از چه کسرهایی استفاده کنیم. بچه ها کسرامون رو میخواییم یه ذره آپدیت کنیم، یعنی برسیم به کسرهایی که احتمالاً دوستای شما که کسای دیگه هستن که تستی حل میکنن با این کسرها دیگه آشنا نیستن و میشه کسرهای ویژه شما، کسرهایی که به عنوان یک دانش آموز حرفه‌ای قراره از اینا به طور کاملاستفاده کنید. بچه ها سوالی که میگم رو با هم بخونیم تا بعد ببینیم که قراره تو این سوال به چی برسیم. خب سوال اینه، میگه در تعداد کل اتم ها، سوال رو من می‌نویسم، تعداد کل اتم ها در 3.2 لیتر گاز متان در 3.2 لیتر گاز متان با چگالی 1/8 کدام است؟ خب بچه ها اولا که گاز متان رو حتما میشناسید که CH4 و حالا طبق قراری که با هم دیگه داشتیم، ملینا که سوال داشت و بقیه، البته با دقت گوش بدید. ببینید بچه ها در استو فرمولی من باید ببینم که اولا فرمول شیمیایی مورد نظر طراح چیه، که الان اینجا میدونید فرمول شیمیایی که گفته متان است. دوما باید بدونم چی رو باید به چی تبدیل بکنم. چی رو قراره به چی تبدیل بکنیم بچه‌ها؟ حجم متان. سوال خیلی واضح گفته دیگه، گفته 3.2 لیتر. پس حجم متان قراره به چی تبدیل بشه؟ به تعداد اتم‌هاش. حجم متان قراره تبدیل بشه به تعداد اتم متان. خب الان سوال ایجاد میشه، خب من کسر حجمو که بلدم، بله این کسر حجم، اینم تازه مال وقتی که چگالی داره، پس کسر حجم. اما کسر اتم که نداشتیم آقا، ما کسر اتم نداشتیم، کسر چی داشتیم؟ کسر مولکول داشتیم. بچه‌ها این پایین می‌نویسم کسر تعداد مولکول داشتیم که این بود تعداد مولکول به روی عدد آووگادرو، ولی کسر اتم نداریم. میخوام یه چیز خوب بهتون یاد بدم بچه، هر تعدادی به جز تعداد مولکول داشتی، کسر مولکول رو به این کسر تبدیل کن، به جاش بنویس تعداد ذره. هر ذره، اون ذره میخواد اتم باشه، اون ذره میخواد پروتون باشه، اون ذره میخواد الکترون باشه، میخواد اتم هیدروژن باشه، میخواد اتم اکسیژن باشه، هر چی. هر تعدادی به جز تعداد مولکول، کسرش اینجوری میشه، میشه تعداد ذره به روی عدد آووگادرو ضرب در تعداد ذرات آن فرمول. عجب کسر نابی میشه بچه ها این کسر. این کسر رو به عنوان کسرهای نابی که قراره یاد بگیرید و حرفه‌ای تست بزنید تو ذهنتون داشته باشید. مثلا الان این سوال به جای کسر تعداد مولکول از تو کسر تعداد اتم خواسته. این کسری که من نوشتم رو به جای ذراتش بنویس اتم. فارسیش این میشه، میشه تعداد اتم، چون سوال اتم ازت خواسته، به روی عدد آووگادرو ضرب در تعداد اتم های آن فرمول، یعنی تعداد اتم های متان. متان چند تا اتم داره بچه ها؟ عددشو برای من بفرست. متان چند تا اتم داره؟
9 نفر سر کلاسید، تعداد اتم های متان رو برای من بگید. متان چند تا اتم داره؟ سارینا 5 تا. بقیه موافقید؟ موافقید؟ آفرین. خیلی خوب. فقط سارینا و آینا جواب ندید، بقیه همه دوستان جواب من بدید. حالا فرض کن که به جایی که سوال میگفت تعداد اتم های متان رو به دست بیار، بهت میگفت تعداد اتم های هیدروژنش رو به دست بیار. اون موقع اینجا مینوشتی تعداد اتم های هیدروژن، اینجا مینوشتی عدد آووگادرو، اینجا مینوشتی ضرب در تعداد اتم های هیدروژن متان. خب پس با اجازهتون این کسر رو من عدد گذاری کنم، کسرامون رو عدد گذاری کنیم. حجمش رو که داریم 3.2 لیتر، چگالیش رو داری 0.8، جرم مولی متان بچه ها 16، تعداد اتماش رو قرار تعیین کنی x، عدد آووگادرو 6.02×10^23، ضرب در تعداد اتم های متان که الان همتون گفتید میشه 5 تا. و جواب شما حالا باید ببینیم چه عددی میشه. دقیقاً درسته، 48.16. البته 10^23 شو فراموش نکنی، ساده هم میشه دیگه. 3.2×16 اینجا میشه 2، اینجا میشه 10، این با این ساده میشه، میشه 2، 2×2 میره، پس میشه 8.48×16^10^23. این جواب آخر. خب پس فعلا سه تا سوال کلی حل کردیم که تو این سه تا سوال کلی با هم طریقه استفاده از تناسب‌های استوکیومتری رو یاد گرفتیم. همیشه یه معلوم داریم یه مجهول، کسرهای معلوم و مجهول رو از تو صورت سوال پیدا می‌کنی که چی باید باشه، مساوی هم می‌ذاری، عدد گذاری می‌کنی. کسر جدید یاد گرفتیم. اگر در صورت سوال هر تعدادی بجز تعداد مولکول داشتی، کسر تعداد ذره رو می‌نویسی. حتما این کسر خوشگل و مهم رو برای خودت یادداشت کردی به عنوان یکی از ابزارهای حرفه‌ای شما برای حل تست. خب اگر آمادگی دارید و سوالی نیست، بریم با هم ادامه بدیم ببینیم که قرار بقیه سوالاتمون چجوری باشه و چجوری حلشون کنیم. خب دخترها، سوال بعدیمون با همین سبک در سوالات استوکیومتری فرمولی خواهد بود. سوال چی داره به ما میگه؟ خب صفحه بعد من بزنم و بنویسم اطلاعاتش برای شما. گفته که در چند گرم متانول، در چند گرم متانول (1^204)^10^23 اتم هیدروژن وجود دارد. خب کمکتون کنم بچه، اولا متانول رو چون هنوز کلاس دهم هستید شاید کامل درک نخوندید، من کمکتون کنم. متانول CH3OH هست، هممون این روزا درگیر متانول اتانول هستیم، ولی حتما میدونید که متانول مثل اتانول خاصیت ضد عفونی نداره و الکل صنعتی هست و بسیار هم خطرناک، CH3OH. خب اما جرم مولی هم که کربن 12، هیدروژن 1 و اکسیژن 16.
دوست دارم به من بگید بچه ها که الان تو این سوال چی داریم و قراره به چی تبدیلش بکنیم. بچه ها صورت سوال رو باید بخونی ببینی چی داری چی میخوای. جرمش رو میخوایم، پس حتما یکی از کسر هایی که الان من باید بنویسم کسر گرم خواهد، چون گفته گرمش رو تعیین کن. چی داری براش؟ تعداد اتم، تعداد اتم هیدروژن. پس کسر تعداد اتم هیدروژن کسر گرم. با کسر گرم تو مشکلی نداری. گرم جرم مولی. مقابلش اینجا داستان داره. بچه چه کسری باید بنویسم؟ کسر تعداد مولکول که نباید بنویسی، کسر تعداد اتم هیدروژن رو باید بنویسی که از همون کسر تعداد ذره استفاده کردی. پس می نویسی تعداد اتم هیدروژن مخرج عدد آووگادرو ضرب در تعداد اتم های هیدروژن در متانول، تعداد آن ذرات در فرمول. عدد گزاریش رو میخوام بپرسم ازتون، آماده باشید که برای من گزارش کنید. جرمش رو قراره به دست بیارم x. جرم مولی متانول رو حتما جمع زدی و رسیدی به عدد 32، مساوی است با تعداد اتمای هیدروژنش 1.204 ضرب در 10^23، عدد آووگادرو 6.02 10^23. بچه ها به جای این عبارت یعنی تعداد اتمای هیدروژن در متانول چه ضریبی باید بذارم؟ 4، باریکلا 4 تا اتم هیدروژن داره. خیلی خوب، استوکیومتری حل کردن به همین شیرینی این سوالاتیه که دارید میبینید و در کنکور هم کار شما همینه. پس اصلا استوکیومتری سخت نیست و نگرانش نباشید. خب این کسره. من صورت سوالو هیدروژنشو حذف میکنم. در چند گرم متانول 1.204 ضرب در 10^23 اتم وجود دارد؟ بچه این کسره رو به من بگید کدوم یکی از اعدادش رو باید عوض کنم و به جای چی بذارم. بنویس به جای چی؟ چی بنویسم؟ آره؟ کدوم عدد عوض میکنید؟ اول به من بگید کدوم عدد رو عوض میکنید؟ 4 رو، باریکلا. به جای جا چی میذاریم الینا؟ چهار رو عوض میکنیم. به جای 4 6. احسنت، باریکلا. به جای 4 6 میذاری. دوباره میخوام عوضش کنم. حواس جمع. صورت سوال میخوام بگم در چند گرم متانول 1.204 ضرب در 10^23 اتم اکسیژن وجود دارد. حالا چی؟ چی رو عوض میکنی؟ در به جای چی میذاری؟ باریکلا، باریکلا. به جای 4 1 میذارید. احسنت به همتون، باریکلا. این نشون میده که کامل همتون درک کردیم. پس این عددی که اینجا گذاشتیم برگشت به صورت سوال و از اون صورت سوال بود که فهمیدیم به جای اون عدده باید چی بذاریم، که الان 3 تا تمرین با هم کردیم و خیلی هم عالی و خوب همتون جواب دادید. داریم مسلط میشیم روی این کسر جدید. من سوال بعدی رو میخوام براتون بنویسم. اگر سوالی ندارید و جایش براتون مبهم نیست، علامت سوال یه نفر فرستاده اگر سواله که بپرسه سوالشو، اگر سوال نیست و رفت شده با هم کارمون رو توی سوال بعدی، تمرینمون رو توی سوال بعدی کامل تر کنیم و اونجا بیشتر هم با هم دیگه چیزی رو متوجه میشیم. خب بچه ها سوال بعدی، صورت سوالشو باز من براتون سریع می نویسم و شما اینجا من بگید که با چی سر و کار دارید و قرار چی کار بکنید. سوال گفته 5000 مول او 2^-، با عدد اتمی 8، شامل چند الکترون است؟ شامل چند الکترون است؟ خیلی خوب، باید حساب بکنیم.
خب 5000 مول او دوباره منفی شامل چند الکترونه بچه ها؟ یه بار یادآوریش بکنم، سوال چندمیه که داریم حل میکنیم و البته لازمه که باز هم طبق روال همیشه مسلط باشیم رو شناسایی صورت سوال. بچه ها استوکیومتری فرمولیه. چرا استو فرمولیه؟ برای اینکه شما تو صورت سوال فقط یک فرمول شیمیایی داری، او دوباره منفی، یه فرمول داری، هیچ خبری هم از هیچ واکنش شیمیایی نیست. پس استو فرمولیه. در استو فرمولی دنبال یه معلوم میگردی و یک مجهول، یه چیزی داری که قراره به چیز دیگه تبدیل بشه. اینجا چی داریم؟ مول. باید به چی تبدیلش کنیم؟ به تعداد الکترون. گفته چند الکترون، یعنی قراره به تعداد تبدیل بشه. پس کسر مول و کسر تعداد الکترون، کسر مول که کسر ساده ای هست، کسر تعداد الکترون بچه ها حواسمون باید باشه مثل تعداد ذره است. پس تو صورت باید بنویسی تعداد الکترون، تو مخرج باید بنویسی عدد آووگادرو ضرب در تعداد الکترون های فرمول صورت سوال. در واقع همه این فرمولایی که من الان اینجا می نویسم از کدوم فرمول اصلیه میاد؟ از فرمول اصلیمون که تو صفحه اول توضیح دادم. عدد گذاری کنیم ببینیم عددی که دارید گزارش میکنید درست هست یا نه. 5000 به روی 1، تعداد الکترونش مجهول، عدد آووگادرو 6.02 به توان 23 ضرب در تعداد الکترون های این فرمول اون چنده؟ مینو که به جواب رسیدی تعداد الکترون ها چند گذاشتی؟ بقیه بچه ها ضریبی که باید بذارم رو کمکم کنید. دو، یه نفر میگه دو، موافقید با مینو؟ تعداد الکتروناشو دو گذاشته. تعداد الکتروناشو بچه ها چی بذارم؟ 10. نظرات عوض شد. خب بچه ها پس لازمه که یک یادآوری اینجا بشه. ببینید بچه ها من باید تعداد الکترونای این فرموله رو بذارم، نگفته بارش که شما بذاری دو. پس مینو که دو گذاشته بودی اشتباه گذاشته بودی، این بارشه. گفته تعداد الکتروناش رو بذار. تعداد الکترونا از فصل اول شیمی دهم حتما میدونید میشه تعداد پروتون ها به علاوه بارش، در واقع منهای بارش. حالا من با فرض اون بار منفی نوشتم، درستش اینه که بگیم تعداد پروتوناش منهای بارش. حالا بارش دوباره منفیه، پس در واقع میشه 8 منهای دو که میشه 10. پس تعداد الکتروناش بچه ها 10 تاست. حالا درست شد و این تناسب و این طرف این وسط این رو اگر ساده بکنید اون موقع به جواب میرسید. برای من مهم این بود که اولا این کسر رو بتونی درست بنویسی و دوما این 10 رو درست تشخیص بدید که حالا دیگه ضرب و تقسیم هست. 5 ضرب در 6.02. جواب آخرم براتون بنویسم که ببینیم چند میشه. پس جواب آخرمون 30.1 ضرب در 10 به توان 23 تاش گرفت، 10 به توان 19. خب این است سوال یا اشکال. اگر نیست باید روی این تستا بیشتر کار بکنید تا بیشتر مسلط بشید. سوال شما یه استوکیومتری هست، تو استوکیومتریتون دنبال یک معلوم و یک مجهول باید بگردید و کسرهاش رو که حفظ هستید مساوی هم دیگه قرار بدید. این قسمتی که داریم میخونیم بچه ها یه پاراگراف هست در شیمی دهمتون و این همه داستان و این همه ماجرا داره. یک پاراگراف توضیح ساده، البته با یه خودآزمایی و حالا چندین و چند زنگ کلاس خواهد داشت. خب بریم سراغ سوال بعدی. سوال بعدی رو دیگه انتظار دارم با توجه به توضیحات زیادی که دادیم همتون به جواب برسید و جواب درست هم برسید. امیدوارم که ماشین حساب هم کنارتون نباشه و با ذهنتون کامل و درست بتونید حل بکنید و به جواب برسید. خب سوال بعدی هم مشابه همین سواله، پس با آمادگی کامل میتونید جوابش بدید و البته به شرطی که اطلاعات اولیه‌تون از شیمی
دهمتونم تکمیل و کامل باش. خب سوال بعدی اینو داره میگه، سوال بعدیمون، نیم مول یونه، نیم مول یونه آزید حتما میشناسید، انسه منفی به این میگن یون آزید، نیم مول یونه آزید چند الکترون دارد؟ اطلاعات سوالتون نیتروژن رو اینجوری بهتون معرفی کرده با عدد اتمی 7 و عدد جرمی 14. خب اولا پیدا کردن معلوم و مجهول کار شماست، یعنی در صورت سوال کسرهای معلوم و مجهول رو بنویسید، و دوما اینکه اون ضریبه رو درست بنویسید. یه دقیقه با هم منم به شما وقت میدم شما حل کنید، بعد با هم دیگه جوابش بدیم. اگرم به جواب رسیدید که جواب رو به من بگید. چند من کسرا رو هم نامهمی نویسم، شما هم البته حتما خودتون نوشتید و دیگه تقلب نمی کنید از من. کسر مول باید براش بنویسم چون مولش رو داریم، و کسر الکترون، کسر الکترون میشه تعداد الکترون تقسیم بر عدد آووگادرو ضرب در تعداد الکترون های آزید. بچه ها تعداد الکترون های آزید الان معزله دیگه، بقیهش که مشکل نداره. مولشو که داریم نیم، ضریبشو داریم یک، تعداد الکترون های آزید، تعداد الکترون ها صورت که قراره به دست بیاد، عدد آووگادرو 6 ممیز 0 2 10 به توان 23. تعداد الکترون های فرمول آزید رو باید به من بگید چنده؟ 21 میگه الکترون داره. خب نزدیک شدی ولی درست نیست. بچه ها یون آزید انسه منفیه. تو فصل اول الکترون پروتون نوترون رو حساب کردید. من امروزم تو یک سوال قبلی بهتون گفتم که تعداد الکترون ها میشه تعداد پروتون ها منهای بار. این فرمول کلی شد دیگه، الکترون ها میشه پروتون ها منهای بار. انسه منفی در واقع سه تا نیتروژنه، درسته؟ که این سه تا همشون یک بار منفی هستن کلا، هر سه تا با هم. خب چند تا پروتون داره؟ این نیتروژن 7 تا پروتون، این نیتروژن هم 7 تا پروتون، اینم 7 تا پروتون. پس کلا یون آزید 21 پروتون داره. پروتونش 21ه. بارش هم که نوشته چند؟ منهای 1. پس الکتروناش چند تا میشه؟ 22 تا میشه. آها، پس این ضریبی که اینجا باید بذاری باید 22 باشه، و این ضریب رو اگر اشتباه بذاری اون موقع جوابت هم اشتباه میشه. شیمی یک درس ترکیبیه بچه، درسیه که الان اگر تو استوکیومتری رو خوب یاد گرفته باشی ولی نتونی الکترون های آزید رو درست حساب بکنی به جواب تست نمیرسی. برای همین تو شیمی نمیتونی بگی من میرم یه فصل رو میخونم اون فصل رو میرم تو کنکور جواب میدم، یا مثلا 4 تا فصل از 10 تا فصل رو میخونم. تو کنکور اگر یه فصل رو نخونده باشی و این اطلاعات رو بلد نباشی، تو اگر اینجا این 22 رو نتونی بذاری هر چقدر هم استوکیومتری قوی باشه و ماهر باشی باز هم به جواب نمیرسی. پس یادتون باشه که تمام اطلاعات مربوط به شیمی رو درست و کامل هم بخونید. خب عدد آخرش هم که به دست آوردی باری که الان 6 ممیز 22 در 10 به توان 23. مرسی از عدد آخرت. خب امروز با هم یه دونه کسر دیگه هم میخوایم یاد بگیریم از این کسرهای جدیدمون. امروز یه کسرش یاد گرفتیم، شاید چند جلسه با هم دیگه تو استوکیومتری کار داشته باشیم تا همتون بهتون قول بدم که مسلط باشید بعدن در استوکیومتری. سوال بعدی که میخوایم حل بکنیم بچه ها سوالی هست که یه کسر جدید باز یاد میگیریم، پس با دقت روی این سوال هم توجه بکنید که کامل اطلاعاتشون براتون روشن بشه. سوال اینه، صورت سوال رو بخونیم تا کامل بتونیم با هم تحلیلش کنیم. 2 صدم مول FE2O3
دو صدم مول اف ای دو او سه شامل چند گرم اکسیژن است؟ اکسیژن است. خب بچه ها چی داریم و چی میخواییم به دست بیاریم؟ اولا که استو فرمولیه، یعنی یه فرمول شیمیایی که قراره در این فرمول شیمیایی دو تا پارامتر معلوم و مجهول به هم تبدیل بشن. چی داریم برای این سوال؟ مول. مول افی دو سر رو که داریم، این چیزیه که داریم. چی قراره به دست بیاریم؟ جرم اکسیژنش. اینجا رو خیلی دقت کن، ما یه کسری تو استوکیومتری داریم که کسر گرمه، اینجا می نویسم میشه گرم روی جرم مولی، میشه گرم خود ماده. مثلا اگر این سوال میگفت دو صدم مول اف ای دو سه چند گرم است، اکسیژن رو نمیگفت، فرض کن اکسیژن نبود، میگفت دو صدم مول اف ای دو سه چند گرمه، تو میگفتی کسر گرم براش مینویسم با کسر مول مساوی هم میذارم طرف وسط. اگر این سوال اکسیژن نداشت آخرش، حلش اینجوری بود، برای اینکه این میشه گرم خود ماده. اما سوال چیز دیگه داره میگه، میگه دو صدم مول اف ای دو او سه شامل چند گرم اکسیژن است. بچه ها جرم اکسیژن یعنی جرم بخشی از مادتون، نه خود ماده. پس من باید گرم بخشی از ماده رو تعیین کنم. یاد بگیرید کسر گرم رو تبدیل بکنید به کسر جرم بخشی از ماده. اینجوری میشه کسر جرم بخشی از ماده میشه جرم آن بخش تقسیم بر جرم مولی آن بخش، همون بخشی که داری حساب کتاب براش میکنی، فقط جرم مولی اونو مینویسی، ضرب در تعداد آن بخش. یعنی از اون بخشی که داری راجبش حرف میزنی چند تا در فرمول داری. این از اون کسرهای نابی هست که در تستای کنکور ازش استفاده میکنیم. پس بذارید الان معلوم و مجهول رو من برای این سوال براتون اینجوری بنویسم و تعریف کنم. معلومش کسر مول، مجهولش کسر جرم اکسیژن. پس می نویسم گرم اکسیژن به جای گرم خودش. مخرج باید بنویسم جرم مولی اکسیژن که می دونید 16 هست، ضرب در تعداد اکسیژن ها، تعداد آن بخش در این فرمول. تعداد اکسیژن این فرمول چند تاست؟ 3 تاست. و حالا عدد گذاریش کن، مولش رو بهت داده 200، ضریبش 1، مخرج 1، گرم اکسیژنش رو قرار حساب کنی، جرم مولی اکسیژن 16 ضرب در 3. خب این سوال سوال بسیار مهمی بود که دقت کردید که توش کسر جدید باز یاد گرفتید. اگر سوالی از این قسمت نداری، سوال بعدی رو که میخوایم حل بکنیم سوالیه که در واقع شبیه همین هست و قراره با همین سبک ادامش بدی و از همین کسر استفاده بکنی. بله 96 صدم جواب آخرم که برامون داری میگی، مرسی. 96 صدم گرم معنیش اینه که اگر 2 صدم مول اف ای 2 3 داشتی داخلش 96 صدم گرم اکسیژن داری. این معنی این سوال هست. تا یادداشت میکنید من سوال بعدی رو براتون بخونم تا شما بتونید سوال بعدی رو یادداشت کنید. اگر با ماشین حساب حساب میکنید بدونید که باید روی محاسباتتون هم تمرکز زیادی بکنید. حالا ببینید بچه ها، هدف امروزمون که یاد گرفتن این کسرها و نوشتن و تساوی هست که داریم در واقع انجام میدیم و قرار اصل استوکیومتری رو بفهمید، چون خب جلسه اول میدیم. ولی اینکه این کسرها رو چجوری ساده کنیم، این 96 صدمه بچه ها از کجا پیدا شد یا سوال قبلیمون اعداد از کجا پیدا شد، حتما یه جلسه هم با هم دیگه در مورد ساده کردن، در مورد محاسبات و در واقع رسیدن به جواب آخر هم وقت میذاریم و با هم اون کار رو هم انجام میدیم. منتظرش باشید که حتما یه جلسه هم با هم بشینیم مثلا سوالات استوکیومتری رو حل کنیم با هدف اینکه به جواب آخر برسیم و بتونیم جواب آخر رو هم به دست بیاریم، که البته این کاری هم که هست که همیشه
سر جلسه کلاسای کنکورمون هم انجام میدیم، کاریه که جزء برنامه کاریمون در استوکیومتری هست برای کلاسای کنکورمون و البته برای کلاس شما هم حتما این کار رو انجام میدیم. یک صدومه گرم کات کبود. بچه ها کات کبود CuSO4 پنج آب هست. حالا اینو اصلا توضیح میدم براتون چیه. CuSO4 نقطه 5 تا هاش دو. یک دهم گرم کات کبود شامل چند گرم آب است؟ کات کبود CuSO4 پنج آب. احتمالا این ماده رو تا حالا ندیدید. نقطه 5 تا هاش دو. ببینیم یعنی چی. این کلن بچه ها یه ماده است، کلن یه مولکوله، یه مولکولی که یه CuSO4 داره 5 تا آب بهش چسبیده، همه با هم شدن یه مولکول. به این میگن نمک متبلور. CuSO4 پنج آبه که اسم تجاریش کات کبود هست. حالا مواد مختلف دیگه هم داریم، مثلا MgSO4 هفت آبه، اونم نمک متبلوره، منطقه اون یه اسم دیگه داره، اسم تجاری دیگه داره. کات کبود پس اینه. بچه جرم مولی این ماده رو اینجوری حساب میکنن: جرم مولی مس 64، جرم مولی گوگرد 32، جرم مولی اکسیژن 4 تا 16 تا، رسیدیم به 5 تا آب به علاوه 5 تا 18 تا جرم مولی آب 18. و حالا جمع و تفریق اینا دیگه، 5 تا 18 تا میشه 90 تا، 4 تا 16 تا 64 تا، 64 و 64 128، 128 و 32 و 90 میشه چند؟ 128 و 32 میشه 160، 160 و 90 میشه 250. عددی که من براتون به دست آوردم جرم مولی کات کبود هست. خب با این نمک متبلور پس آشنا شدیم. نمک متبلور نمکی است که ساختار نمک وسط هست، دور تا دورش آب قرار گرفته و اینا با هم چسبیدن و یک مولکول ویژه رو برای شما ایجاد کرده. خب حالا در این نمک متبلور که من جرم مولیش رو هم برای شما حساب کردم، میخوایم ببینیم که اگر جرمش رو داشته باشی چند گرم آب داخلش هست. به من بگید چی داریم و قراره به چی تبدیلش کنیم. بچه ها جرم نمک رو داریم، یعنی جرم خود ماده رو داریم، قراره تبدیلش بکنیم به جرم بخشی از ماده. بچه ها آب بخشی از کات کبود هست، دارید میبینید دیگه، کات کبود مواد مختلفی داره که بخشی از اون آبه. پس شما جرم ماده رو قراره به جرم بخشی از ماده تبدیل بکنید. من کسرشو اینجا برای شما می نویسم: کسر گرم به روی جرم مولی مساوی است با کسر جرم بخشی از ماده. تو سوال قبلی با هم یاد گرفتیم جرم بخشی از ماده کدوم بخش؟ جرم آب. پس جرم H2O. جرم مولی آن بخش کدوم بخش؟ آب. جرم مولی H2O چنده؟ 18 ضرب در تعداد آن بخش در فرمول. تعداد آن بخش که آب باشه چند تاست در این فرمول؟ 5 تا. عدد گذاریمونو کامل کنیم میشه 1/10 روی 250 مساوی است با جرم آب که قرار حساب بشه 5 تا 18 تام که میشه 90. بچه ها یه نمونه از اون محاسباتی که حالا بعدا میکنم با تون کار بکنم همینه. ناکن وقتی در یک تناسبی شما عدد کسری دارید، عدد اعشاری دارید، بچه ها از شر اون اعشاره راحت شید. من هر موقع دهم، صدم، هزارم تو صورت داشته باشم اون اعشار رو پاک میکنم، هر چی بود میبرم تو مخرج. مثلا الان یک دهمه، صورت رو مینویسم یک، یه ده به مخرج اضافه میکنم، از شر اون اعشاره راحت شدم.
حالا اگر اعشار تو مخرج بود میبرم تو صورت، اینم که میشه 90، یه صفرش با یه صفر این میره، جواب شما میشه 9 250. 9 250. حالا یه عده میپرسن بچه ها اینو تو گزینه ها چجوری پیدا کنیم؟ البته این سوال که الان گزینه نداشت، ولی من به عنوان یه کنکوری توی گزینه ها چجوری اینو، آیا واقعا میشینیم 9 رو تقسیم بر 250 میکنیم سر جلسه کنکور؟ نه. ببین چی کار میکنم، اینا اون روش های تستیه که بعدها میخوایم با هم دیگه کامل ترش رو بخونیم، بعد از اینکه دیگه در اصول علمی مسلط شدیم اصول حل تست رو هم با هم یاد بگیریم. ببین من یه تقریب ساده میزنم، به جای 9 رو 250 مینویسم 10 رو 250، بعدش هم که خط میخوره صفراش، پس میشه 1/25. 1/25 هم مخرجش رو ضرب در 4 کن، صورتش هم ضرب در 4 کن که بشه 100، پس میشه 400. پس عدد من که توی گزینه‌ها باید دنبالش بگردم به تقریب میشه 400، منتها از 400 یه ذره کوچیک‌تر میشه، چون این اول بود 9/250، من فرض کردم 10/250. پس عددی که تو به دست آوردی که 400 تو گزینه‌ها باید مثلا باشه 3900، 3800، دنبال یه همچین عددی باید توی گزینه‌هات بگردی. خب بچه، بخش اول کارمون در استوکیومتری رو امروز با هم انجام دادیم، استوکیومتری فرمولی. فراموش نکنید که خود استوکیومتری فرمولی دو بخشه، استوکیومتری فرمولی ساده که چیزی بود که الان با هم دیگه خوندیم، در استوکیومتری فرمولی شما یک ماده یه پارامتر معلوم دارید، برای یه ماده دیگه یه پارامتر مجهول، برای همون ماده پارامتر مجهول تناسب ها رو مساوی هم قرار میدید، این تناسب ها رو طرفین وسطین میکنید و به جواب میرسید. اما برای استوکیومتری مقایسه‌ای که جلسه بعدی با هم دیگه خواهیم خون، در استوکیومتری مقایسه‌ای دو فرمول شیمیایی رو قراره با هم دیگه مقایسه بکنید و از اون مقایسه به جواب برسید. تست های این قسمت بچه‌ها تو کتاب گاج با تیتر استوکیومتری فرمولی در فصل 1 شیمی دهمتون وجود داره. تست های این قسمت رو برای تمرین بیشتر حالا از کتاب گاج که کتاب خود من هست یا از کتاب تستی اگر دارید خودتون حل میکنید و آمادگی لازم رو پیدا میکنید برای جلسه بعدی که باز استوکیومتری رو با هم دیگه ادامه بدیم.